ویدیوی دردناک از وضعیت اسفناک رضا رویگری و شرایط سختی که این روزها در تنهایی و فقر داره و نه پرستاری داره و نه کسی بهش سر میزنه و نه پولی برای ادامه زندگی و گذروندن امورات. با ما همراه باشید، این ویدیو رو از رضا رویگری میبینید. سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام. خب متاسفانه ویدیویی دردناکی توی این روزها در شبکه‌های اجتماعی مختلف خیلی دست به دست میشه از شرایط سخت رضا رویگری، در حالی که همسرش هم برای همیشه اون رو ترک کرده و رفته و به قول خودش هیچ پس انداز و پول و دارایی هم براش باقی نمونده که بتونه سالهای باقی مونده ی عمرش رو باش بگذرن. چند سال قبل بودش که ویدیوی تلخ از رضا رویگری در خانه سالمندان کهریزک منتشر شد و به این ویدیو رویگری مدعی بودش که همسرش مدتی اون رو رها کرده و آورده گذاشته خونه سالمندان و هرچی پول و اموال هم که داشته بالا کشیده و رفته و در حال حاضر تنهاست و هیچ کسی رو نداره و هیچ پول و دارایی هم براش باقی نمونده که بتونه خودش خونه بگیره و پرستار داشته باشه و باقی مونده زندگیش رو بگذرونه. اون حتی در مورد پسر و نوش هم صحبتهایی رو انجام داد و گفتش که سالهاست هیچ کدومشون رو ندیدم و حتی به من تلفن هم نمیزنن که احوالم رو بپرسن و در خارج از کشور زندگی میکنن. در نهایت بعد از صحبتهای متعددی که شد و افراد مختلفی که حالا راست یا دروغ اومدن قولهایی رو دادن و گفتن که برای رضا رویگری خونه و ماشین و پرستار میگیریم، ولی خب به حرف و وعدشون عمل نکردن. صدا و سیما حاضر شدش که یکی از خونه های سازمانی خودش رو به همراه پرستار در اختیار رضا رویگری قرار بده. ولی خب توی ویدیوی جدیدی که منتشر شده، گلگی که رویگری داره اینه که هیچ پرستاری حاضر نیست بیاد برای اون کار بکنه و در حال حاضر تنهاست و هیچ پولی نداره که بتونه اموراتش رو بگذرونه. بریم اول این ویدیو رو ببینیم، بعد توضیحات بیشتر رو خدمتتون میگم. شرایط جناب رویگری اصلا خوب نیست. این پاشونه که انقدر ورم داره، تختشونه، این شرایط پوشک و لباس و اصلا یه چیز وحشتناک. لیاقت یه هنرمند، یه بازیگر، یه خواننده نیست. تو حرکت کردنشونم با عصا باید برن هموم و سرویس بهداشتی و اینا که عملا تعطیل. الان مسئله خونه نیست، الان مسئله یک پرستار دائم. تنها باید التماس کنم یکی بیاد منو در داره بیرون، تنهایی منو دیوونه میکنه. خواهم برم تخت بخوام، نمیتونی خواهم بیام پایین، نمیتونم. باید همسایه ها رو مزرد. من همسرم متاسفانه رفت دیگه، از وقتی هم که ایشون رفت من خونه ما عدست دادم، زندگی ما عدست دادم، همه چی میرفت. نسه من الان اینه. ای جانم باش حرف میزنم، باش درد دل میکنم. بچه ها سیجم موش موشکه، میخواد بازیگر بشه من نمیزنم. سعی میکنیم جناب رویگری رو راضی کنیم به این موش موشک اجازه بازی بدن. فکر میکنه علی آباد شهر عیبی نداره، حالا شاید شهر شد. خدا رو چه دیدی، شاید شد. شاید همین موش موشک شما بازیگر یکی از آیتم های تلویزیونی شد و شد عصای دست عمورزا. همونطور که توی این ویدیو هم دیدید، رضا رویگری گفتش که توان حرکتیش رو به صورت کامل از دست داده و نمیتونه هیچ حرکتی داشته باشه و از طرف دیگه خودش رو پوشک هم نمیتونه بکنه و نیاز به پرستاری داره که این کار رو براش انجام بده و خودش هم بیشترین فشاری که از بُعد روانی بهش وارد میشه اینه که 24 ساعت توی این اتاق روی تخت افتاده و نمیتونه بره بیرون و یه حال هوایی عوض بکنه و 4 نفر رو ببینه که یه مقدار روحیش بهتر بشه. خیلی ها با دیدن این ویدیو رضا رویگری رو قضاوت کردن و گفتن که رویگری کسیه که حمایت کرده از حکومت و جمهوری اسلامی، از ابتدای انقلاب که آهنگ الله الله رو خوند تا سریال هایی که برای حکومت بازی کرده از جمله مخترنامه، و الان حقش هستش که به این حال و روز بیفته. عده دیگه هم رضا رویگری رو به خاطر عدم مدیریت مالیش تو این سالها قضاوت کردن و گفتن که بازیگری که قراردادهای خیلی
بزرگی برای فیلم ها و سریال هاش میبست و رقم های درشتی دریافت میکرد نباید به این حال روز میافتاد و مقصر خودش هستش که حتی توی این سالها با این درآمد خوبی که داشته برای خودش یه خونه و ماشین یا پس اندازی اندوخته نکرده که این روزها به این روز نیفته. خیلی هم رضا رویگری رو به خاطر ازدواجش با یه دختر جوان و شوگر ددی شدن قضاوت میکنن. رضا رویگری در سال 91 با خانم تارا کریمی ازدواج کرد. اون موقع رضا رویگری 67 سال داشت و تارا کریمی 24 ساله بود و این دو نفر 43 سال اختلاف سنی داشتن. خود رضا رویگری و اطرافیانش مدعی هستن که توی این چند سالی که رضا رویگری با خانم تارا کریمی زندگی میکرد انواع اقسام خرج‌ها رو برای ایشون انجام میداد، از عملهای زیبایی بگیر تا مسافرت‌های خارج از کشور و کارهای مختلفی که برای این خانم انجام داد. اینجور که اطرافیان رضا رویگری میگن حدوداً 9 ماه بعد از ازدواجش با خانم تارا کریمی دچار حادثه‌ای میشه و سکته قلبی و مغزی میکنه و بعد از سکته مغزی هم که انجام میده ویلچر نشین میشه و کلن زمینگیر میشه، یعنی عملا روزای خوشش هم با خانم تارا کریمی کمتر از 1 سال بود. و خانم تارا کریمی هم توی سالهای اول بیماری رضا رویگری از اون مراقبت کرد ولی کم کم با زمینگیر شدن رضا رویگری ترجیح داد که اون رو ترک بکنه و بره. کلن هم توی این 1-2 سالی که اخبار رضا رویگری خیلی بولد بوده خبری از ایشون نبوده و هیچ مصاحبه ای انجام نداده و اطرافیانش هم ازش خبری ندارن. یه ویدیوی هم چند وقت قبل تر از رضا رویگری منتشر شده بود که توی اون از فرزند و نوش گلگی میکرد که سالهاست اونها رو ندیده و دلتنگ اونها هستش و از اونها خواست که تا دیر نشده و اون از این دنیا نرفته بیان تا برای آخرین بار هم که شده اون بتونه نوه و بچهش رو ببینه. ولی خب با توجه به این که پسرش سالهاست در خارج از کشور زندگی میکنه انگار خیلی هم براش وضعیت این روزهای پدرش اهمیتی نداره و حتی تو این چند سالی که خیلی اخبار رضا رویگری رسانه‌ای شده توجهی به اون نداشته و برای دیدن پدرش حتی به ایران باز نگشته. رضا رویگری اینطور که خودش میگه از حدوداً 2 سال پیش از اردیبهشت سال 1401 که توسط همسرش به خونه سالمندان برده شد تنهایی زندگی میکنه و هیچ خبری هم از دوستای روزگار خوشیش نیستش. رضا رویگری بعد از اتفاقاتی که توی 2 سال اخیر تجربه کرد در نهایت قرار بودش توی خونه سازمانی صدا سیما در کنار یه پرستار تمام وقتی که براش میگیرن زندگی بکنه، ولی خب اینطور که توی این ویدیوی جدیدش معلومه انگار پرستاری نداره و شرایط سختی رو داره طی میکنه. نظر شما راجع به حال و روز این روزهای رضا رویگری چیه؟ به نظرتون آیا حقش هست که در پایان عمرش به این شرایط بیفته؟ حتما نظراتتون رو بر ما کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.